بر اعلام دیوان بین المللی دادگستری، ایران به علت نقص عهدنامه مودت از سوی واشنگتن بین ایران و آمریکا علیه آمریکا شکایت کرده است. عهدنامه مودت که در خصوص روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکاست در سال 1334 به امضای طرفین رسیده و در 26 خرداد 1336 به اجرا درآمده است. ایران با استناد به این سند از آمریکا به خاطر بازگرداندن تحریم های برجامی علیه ایران در هجدهم اردیبهشت سال جاری و همچنین تحریم های دیگر و چند مورد دیگر نقض مفاد عهدنامه به دادگاه بین المللی دادگستری شکایت کرده و از دادگاه خواسته است نسبت به موارد شکایت ایران رسیدگی کند. در این شکایت ایران درخواست کرده آمریکا باید بلا فاصله و با انتخاب خود تحریم های اعلامی هجده اردیبهشت و نیز تهدیدهای خود مبنی بر تحریم های بیشتر را متوقف کند و تضمین دهد دیگر عهدنامه 1334 را نقض نخواهد کرد. همچنین در این شکایت تاکید شده است آمریکا باید خسارت نقض تعهدات بین المللی خود را جبران کند. همچنین در این درخواست تأکید شده است آمریکا باید فورا امکان اجرای کامل معاملات مجاز بویژه درباره فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات و تجهیزات مربوطه را فراهم کند همچنین در این شکایت تاکید شده است که آمریکا باید طی سه ماه گزارش اقدامات انجام شده را به دادگاه گزارش کند تحلیلگران اقدام ایران را در خصوص شکایت از آمریکا با استناد به عهدنامه مودت بسیار عجیب ارزیابی کردند زیرا در واقع این ایران بود است که در آغاز انقلاب و در سال 58 با گروگانگیری های آمریکایی این عهدنامه را زیر پا گذاشته و نادیده گرفته است ضمن اینکه آمریکا تا کنون بارها علیه ایران اقدامات سرسختانه و دشمنی جویانه ای را انجام داده است اما تا کنون ایران هیچگاه اقدام اقدام به شکایت از آمریکا با استناد به عهدنامه مودت بین ایران و واشنگتن نکرده است حتی در واقعه سرنگونی هواپیمای ایرانی در آبهای خلیج فارس نیز که زمین ساز پذیرش قطنامه 598 توسط ایران قرار گرفت موجب نشد که ایران با استناد به عهدنامه مودت بین ایران و واشنگتن اقدام به شکایت از این اقدام آمریکا کند در هر حال کارشناسان رسیدگی به این شکایت را دور از ذهن می دانند و بسیار بعید می دانند که با توجه به زمان 444 روز گروگانگیری آمریکا بخواهد با استناد به عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا اقدام به لغو تحریم ها علیه ایران بکند. با گذشت چندین ماه از فیلترینگ تلگرام و بیفایده بودن اقدامات محدود کننده برای عدم استفاده مردم از پیام رسانهای خارجی عبدالسامد خورمابادی معابن معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفته است مراجعی بیش از سی میلیون کاربر ایرانی به نرمافزار هاتگرام و تلگرام طلایی با وجودی که میدانند که این در ایرانی هستند نشان می دهد که کاربران ایرانی استفاده ی فیلتر شکن ایرانی را به فیلتر شکن خارجی ترجیح می دهد. وی در عین حال با انتقاد از ارائه این سیستم ها و با انتقاد از اعطای اینترنت بدون فیلتر به هاتگرام و تلگرام طلایی گفته است این اقدام ضربه سختی به پیام های داخلی وارد کرده است. خورم آبادی گفته است که آمار ترافیک درگاه بین المللی اینترنت کشور نشان می دهد که فقط ده درصد از حجم داده های موجود تلگرام از طریق فیلتر شکن های خارجی بازدید شدند. و همچنین نتیجه گرفته است که این آمار نشان می دهد که مردم علا رقم تبلیغات گسترده به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کاملا اعتماد دارند. دادستان تهران همچنین با انتقاد از دولت عنوان کرده است که اگر دولت به جای سرمایه گذاری روی فیلتر شکن هاتگرام و تلگرام طلایی روی پیام داخلی سرمایه گذاری می کرد در حال حاضر به جای مهاجرت چهل درصدی کاربران به پیام داخلی شاهد مهاجرت 90 درصدی می بودیم. جالب این که اظهارات آبادی در خصوص اعتماد مردم به پیام داخلی و اعتماد به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حالی عنوان می شود که مراجعه تعداد قابل توجهی از مردم به هاتگرام و تلگرام طلایی از این رو انجام شده است که کاربران تصور میکردند که این نرم افزارها توسط نهادهای رسانهای خارج از ایران طراحی و ارائه شده است. بسیاری از کاربران ایرانی حتی از وی های ایرانی هم استفاده نمی کند. چون احتمال میدهند این دست از فیلتر شکن ها توسط سپاه پاسداران خریداری و از طریق شرکت های داخلی در اختیار کاربران قرار نمیگیرند. علت استفاده کاربران ایران از تلگرام طلایی و هاتگرام نه اعتماد به دستگاه های امنیتی داخلی بلکه به این علت است که مردم نمیدانند که این نرم‌افزارها داخلی هستند. ناصر محمودی فر مدیر مجموعه ورزشی آزادی گفته است وی به خاطر اینکه اجازه داده است تا خانواده ها به ورزشگاه آزادی بیایند و دو بازی ایران در جام جهانی 2018 را تماشا کنند از کار برکنار شده است وی گفته است از خبر برکناری خود از طریق رسانه ها خبردار شده و حکم اخراج او یه دو ساعت صادر شده است او همچنین با بیان این موضوع که کاری غیرقانونی انجام نداده گفته است مصوبه قانونی در این خصوص وجود نداشته است که نشان دهد که کار وی غیرقانونی بوده است روحانی رئیس جمهوری نیز چند روز قبل با صدور دستوری خطاب به وزیر کشور از او خواسته بود تا با رعایت موارد قانونی حضور خانواده ها در ورزشگاه ادامه پیدا کند. موضوع زنان و ورزش از موضوعات حساسیت برانگیز جمهوری اسلامی است و حساسیت های فراوانی در این خصوص و در بخش های مختلف مربوط به آن وجود دارد. حتی پخش مستقیم مسابقات به این علت که ممکن است تصاویری از زنان بدون رعایت موازین اسلامی در این تصاویر وجود داشته باشند مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از گروه ها و افراد تندرو در داخل قرار دارد. برای اولین بار در برنامه فینال جام جهانی تلویزیون با درخواست فردوسی پور مجری محبوب ورزشی تلویزیون تصاویری از روبوسی رئیس جمهوری کرواسی با بازیکنان فوتبال این کشور به نمایش گذاشت که میتوان گفت مهمترین تابو شکنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این خصوص است این اتفاق با انتقادات زیادی از طرف افراد تندرو منتشر شد و روزنامه کیهان طی یادداشتی اظهار داشت اگر فردوسی پور بتواند در تلویزیون تصاویر کشتی زنان را هم منتشر خواهد کرد. فردوسی پور پس از انتشار تصاویر سانسور نشده روبوسی رئیس جمهوری کرواسی با بازیکنان این کشور ضمن تشکر از تلویزیون خطاب به مسئولان گفته بود دیدید که تصاویر روبوسی پخش شد و اتفاقی هم نیفتاد. در حالی که حل مشکل پرونده مالی اختلاس گسترده در سامنال حجج بنا به گفته مقام های دولتی و گفته های اخیر نوبخت سخنگوی دولت بیش از 28 هزار میلیارد تومان خسارت به دولت تحمیل کرده است هنوز اخبار دقیقی در این خصوص که متهم های اصلی این پرونده زندانی یا آزاد هستند یا از کشور خارج شدهاند وجود ندارد در این حال افراد زیادی هم با این اتهام مواجه شدند که به نحوی با این پرونده در ارتباط هستند و از آن منتفع شدند در پی انتشار مطلبی در خصوص وام چند میلیارد تومانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در دوره احمدی نژاد دفتر وی این دریافت وام را تکذیب کرده و گفته است که در صورت اثبات چنین ادعایی قوه قضاییه و نهادهای دولتی می توانند آن را مصادره کنند همچنین دفتر منوچهر متکی تاکید کرده که از اشاعه دهنده های این خبر دروغ شکایت خواهد کرد و تمام مراحل قانونی و قضایی را برای رسیدن به نتیجه نهایی طی خواهد کرد. مهران مدیری نیز از دریافت کنندگان این وام ها بوده است. در عین حال طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سامنال هجج تردیدهایی را در مورد تعلل عمدی قوه قضاییه در برخورد با این پرونده ایجاد کرده است. دادستان تهران گفته است پرونده سامنال هجج 120 جلد است و قاضی باید تمام آن را کامل بخواند. وی تاکید کرده است اگرچه قوه قضاییه در پرونده های مالی بانک ها و جرائم اقتصادی با جدیت ورود پیدا می کند اما در فرایند رسیدگی با موانعی مواجه می شود چون باید طبق موازین شرعی و قانونی با پرونده برخورد کند وی همچنین با اشاره به اینکه قانون بازداشت را محدود کرده گفته است در مقام دادگاه صدور حکم عادلانه زمانبر است پرونده مالی سامنال حجج یکی از پرونده های مالی پرتنش در سالهای اخیر در ایران است که علاوه بر تحمیل بار سنگین مالی بار اجتماعی گسترده ایرانی است به کشور تحمیل کرده است در پی اعتراضات مال باختگان این مؤسسه اعتباری در دیماه سال 96 اعتراض های گسترده ای در سراسر کشور ایجاد شد که آغاز آن با اعتراض مال باختگان مؤسسه مالی اعتباری سامنال حجج بود حتی برخی این شاعبه را مطرح کردند که این اعتراضات در کشور به این دلیل ایجاد شده است که دولت از ترس گسترش یافتن شورش اموال مال ها را پرداخت کند و از بار مالی مجرمان اصلی پرونده بکاهد که به واقع همینطور هم شد. بار اختلاس هزار میلیاردی مدیر سامنال حجج به دولت تحمیل شد و شایعه فرار مدیر این مؤسسه این شاعبه را نیز تقویت کرد که این اختلاس اعتراض های مال باختگان و در پی آن اعتراض های سراسری مردم همه هدفمند بوده است و با این هدف انجام شده که این اختلاس از دستور کار رسانه ها خارج شود. گفته می شود که افراد زیادی از مقام های ارشد نظام در این پرونده دست دارند. با ادامه انتقادات ها از دولت به خاطر گسترش مشکلات و ناتوانیش در رفع آنها برخی اخبار حاکی از آن است که رئیس جمهوری تغییراتی را در دولت در دستور کار دارد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این موضوع که خروج آمریکا از برجام و برخی از تحریم های به وجود آمده شرایط جدیدی را برای کشور و دولت ایجاد کرده گفته است بنا به شرایط جدید کابینه باید تغییر کند و رئیس جمهوری در حال بررسی اسامی مختلف است تا در فرصت مقتضی برخی تغییرات را انجام دهد واعظی همچنین با بیان این موضوع که جنگ روانی تحمیل شده به ملت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است گفته است انتخاب های قبلی رئیس جمهوری در هیئت دولت مربوط به شرایط عادی بوده است که با وجود شرایط جدید باید وضعیت منطبق با شرایط جدید تنظیم شود. وی همچنین تایید کرده است تغییراتی نیز در تیم اقتصادی رئیس جمهوری انجام خواهد شد. واعظی همچنین با اشاره به اینکه دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه سه نقشه راه برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گرفته که به تدریج مطرح خواهد شد تاکید کرده است وقتی این سناریوها نهایی شد در جلسه سران سه قوه درباره آن بحث خواهد شد وایزی همچنین با رد اختلاف نظرهای حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه و سهم از دولت از سوی این دو حزب بحث سهم در دولت را رد کرده و گفته است کسانی که این حرفها را میزنند شناختی از روحیه آقای روحانی ندارند. اختلاف نظر بین احزاب اصلاح طلبان و کارگزاران با حزب اعتدال و توسعه که دو عضو کلیدی دولت روحانی یعنی واعظی و نوبخت از اعضای آن هستند از موضوعاتی است که در روزهای اخیر با جدیت در تحلیل های سیاسی به عنوان یکی از مناقشات سیاسی درون دولت مطرح می شود. نوبخت و واعظی این اختلاف نظرها را رد می کنند اما اظهارات اخیر اکبر ترکان در این خصوص که مسئولیت مشکلات اقتصادی کشور را تلویحا متوجه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری کرده بود این برداشت را همچنان تقویت می کند که رویکرد حزب اعتدال و توسعه در داخل دولت تقویت روی دولت نسبت به این حزب است. واعزی و نوبخت از اعضای پرنفوذ دولت روحانی هستند که با وجود انتقادهای گسترده از طرف منتقدان همچنان نقش های کلیدی و هدایت کننده ای را در داخل دولت به عهده دارند. کارشناسان نوبخت را یکی از ضعیفترین مدیران برای حضور در رأس سازمان برنامه و بودجه می داند. با این وجود وی در شرایط بحرانی کشور و با وجودی که در این وضعیت برنامه ریزی علمی و دقیق و وجود تیم فعال و توانمند شرط اصلی برای عبور از این وضعیت است نوبخت همچنان در رأس این نهاد مهم حضور دارد و این شاعبه را که سهم حزب اعتدال و توسعه قابل واگذاری نیست همچنان تقویت می کند. در حالی که سفر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور بین الملل به روسیه و گفتگوی وی با پوتین این شاعب را تقویت کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی در صدد ایجاد نهاد موازی با دستگاه دیپلماسی کشور برای پیشبرد و طرح مسائل بین الملل مد نظر وی است واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز پنجشنبه با بیان این موضوع که کسانی به نادرستی دنبال پیچیده کردن موضوع هستند گفته است ولایتی برای انتقال پیام رئیس جمهوری و نه به روسیه سفر کرده است وایزی همچنین گفته است حدود 28 نفر از وزارت امور خارجه به رئیس جمهوری معرفی شدند تا به عنوان فرستاده ویژه او پیام و سیاست های ریاست جمهوری و جمهوری اسلامی ایران به اطلاع کشورها برسد. بنا به گفته باعزی این کشورها توسط وزارت امور خارجه انتخاب شدند وی همچنین با اشاره به اینکه این موضوعی عادی و مبتنی بر روال است تاکید کرد اتفاق خاصی نیفتاده و سفر آقای ولایتی به مسکو هم مانند بقیه ی سفرها و در همان راسته بوده است در همین حال ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به اینکه مذاکره ولایتی با پوتین بنابر درخواست روحانی از رهبر انقلاب انجام شده گفته است روحانی از رهبر خواسته است که با توجه به شرایط پیچیده ی کشور افراد با تجربه به کمک دولت بیایند بنا به گفته ی حسن بیگی ولایتی در سفر به مسکو پیام کتبی و رسمی رئیس جمهوری و پیام شفاهی علی خامنه ای را به رئیس جمهوری روسیه انتقال داده است این اظهارات در حالی عنوان می شود که گروه ها و افراد سیاسی در کشور با بیان اینکه دولتی پنهان بخش مهمی از هدایت جریان سیاسی و اجرایی کشور را به عهده دارد نهاد رهبری را موازی نهاد ریاست جمهوری در نظر می گیرند و در سفر اخیر ولایتی نیز این سفر را اقدام علنی رهبر برای انجام کارهای اجرایی موازی با دولت عنوان کردند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند سخنان واعظی چندان هم مبتنی بر واقعیت نیست و عدم حضور حتی یک نماینده از طرف ریاست جمهوری در تیم مذاکره کننده ولایتی با پوتین بیشتر این شاعبه را تقویت می کند که ولایتی از طرف رهبر به این سفر رفته است تا از طرف ریاست جمهوری. جز اظهارات مبهم در خصوص سرمایه گذاری عظیم و چند ده میلیارد دلاری روسیه در ایران که آن هم توسط مقامات روسی تکذیب شد هنوز اطلاعات شفافی در خصوص دستاوردهای این سفر منتشر نشده است به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نسبت به تصویب قانون جدید جنجالی در اسرائیل که اعلام می‌دارد در این کشور تنها مردم یهودی حق تعیین سرنوشت دارند ابراز نگرانی کرد. خانم موگرینی گفت این قانون راه حل دو کشوری برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها را پیچیده می کند. پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه قانون جدیدی را به تصویب رساند که بر پایه آن فقط یهودیان حق تعیین سرنوشت در اسرائیل را خواهند داشت. این قانون اسرائیل را میهن مردم یهودی میداند و عبری را تنها زبان رسمی اسرائیل میشناسد و عملا زبان عربی را دیگر به رسمیت نمیداند. نمایندگان عرب اسرائیل با تصویب این قانون مخالف هستند و آن را فاجعه خواندند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصویب این قانون را نقطه عطفی در تاریخ آن کشور خواند و از آن دفاع کرد قانون موسوم به کشور یهود روز پنج شنبه با 62 رأی موافق در مقابل 55 رأی مخالف به تصویب رسید به گزارش رویترز، مجلس سنای آمریکا بامداد جمعه با تصویب قطعنامه پیشنهادی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست هلسینکی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داده بود را رد کرد. ترامپ روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با پوتین که در شهر هلسینکی برگزار شد گفت که رئیس جمهوری روسیه به او پیشنهادی باور نکردنی برای حل و فصل اختلافات بر سر دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داده است او گفت پیشنهاد پوتین این بوده که کرملین اجازه خواهد داد رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات در پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا با دوازده فرد روس که علیه آنها در این پرونده کیفرخواست صادر شده مصاحبه کند و روسیه نیز در ازای این امتیاز اجازه خواهد داشت با آمریکایی هایی که در امور داخلی روسیه مداخله کردند مصاحبه کرده و از آنها تحقیقات کند واکنش مثبت ترامپ به پیشنهاد پوتین به جنجال های بی سابقه در آمریکا منجر شد و سیاستمداران هر دو حزب آمریکا این پیشنهاد را محکوم کرده و با آن مخالفت کردند. کاخ سفید روز پنج شنبه در پی بالا گرفتن فشارها گفت ترامپ هم با پیشنهاد پوتین مخالف است. مجلس سنای آمریکا بامداد جمعه قطنامه ای را با 98 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رساند که مخالفت این نهاد آمریکایی با بازجویی از مقام های این کشور توسط کشورهای متخاصم از جمله روسیه را اعلام می دارد. ماریا بوتینا دختر 29 ساله روسی متهم به جاسوسی در آمریکا به دستور یک قاضی فدرال و بر مبنای تقاضای دادستان بدون قبول وسیقه تا زمان دادگاه در زندان باقی میماند. دادستان حوزه واشنگتن استدلال کرده بود که او در صورت آزادی اگر فرار کند و به سفارت روسیه در واشنگتن پناه ببرد دیگر آمریکا برای دستگیریش کاری نمیتواند انجام دهد دادستان همچنین تکست های وی با یک سیاستمدار روس را در دادگاه ارائه داد او همچنین متهم است که برای کسب کار در سازمان مورد نظر خودش پیشنهاد رابطه ی جنسی داده است دادستان گفت که رابطه ماریا با یک مرد پرنفوذ آمریکایی به نام پل اریکسون رابطه شخصی نبوده است در حالی که بوتینا رابطه خود را با او رابطه شخصی دانسته است و حتی قصد داشته برای زندگی با وی به خانه او در داکوتای جنوبی نقل مکان کند اما طبق اسناد دادگاه رابطه ی وی پیوند محکمی با ایالات متحده نداشته و بوتینا این رابطه را جنبه لازم برای فعالیت‌هایش به شمار آورده است ماریا متهم است که خود را به عنوان معمور رسمی یک دولت خارجی معرفی نکرده و قصد توطعه علیه دولت ایالات متحده را داشته است ماریا بوتینا که به عنوان دانشجو وارد ایالات متحده شده به تازه در رشته علوم سیاسی از دانشگاه واشنگتن فارغ تحصیل شده است. بوتینا مدتی به عنوان یک مدافع انجمن آزادی سلاح در آمریکا فعالیت کرده و مقامات آمریکایی میگویند این حرکت برای نزدیک شدن به افراد پرنفوذ به ویژه در حزب محافظه کار این کشور صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در واکنش به بازداشت ماریا بوتینا اعلام کرد برای از بین بردن نتایج مثبت دیدار اخیر رهبران دو کشور طراحی شده است وکیل بوتینا در بیانیه ای اظهار داشت موکلش معمور نیست و تنها یک دانشجوی روابط بین الملل با معدل بالاست. او شکایت دولت آمریکا را بزرگ نمایی خانده که در آن یک شام دوستانه میان آمریکایی ها و روزها برای صحبت از روابط خارجی توته خوانده شده است او تاکید کرده که هیچ نشانه ای از اینکه خانم بوتینا در پی نفوذ سیاسی و یا تضعیف سیاست یا قانون خاصی در آمریکا بوده وجود ندارد و اون نهایتا در پی بهبود روابط دو کشور بوده است